سلام وقتتون بخیر بحران یمن بحران یمن داره به جای حساسی میرسه خبرهایی داره از منتشر میشه که این خبرها نشون میده که ممکن هست ما به زودی شاهد یک اتفاقی باشیم که هیچ کس انتظارش نداشته تیتری در روزنامه های یمنی منتشر شده اون تیتر این بوده که امارات جایدونی نیست امارات جایدونی نیست تیتری که نشون میده که اون اتفاقاتی که 800 کیلومتر در عمق خاک سعودی رخ داده میتونه در جای نزدیکتری در جایی به نام امارات که نزدیکتر است هم تکرار بشه من قبل از اینکه این موضوع با هم مرورش بکنیم میخوام دو سه تا نکته بگم نکته اول این که بحرانی که یمن پیشمالی یک راهکار داره و اون راهکار از ایران و از کنار یاران ایران داره میگذره یعنی نکته خاصی که میخوام یادآوری بکنم اینه خود سعودی ها الان به این جمع رسیدن گذاشته که داره اشاره میشه هم توسط کارشناسای منطقه‌ای هم توسط اندیشکده های غربی به این داره اشاره میکنه که سعودی ها به این جمع که مشکل یمن باشید اینجوری بگم چرا مشکل یمن مشکل آنها در یمن حل نمی الا از مسیر ایران الا از یعنی باید بره بشینه با ایران صحبت بکنه حالا من صحبتم اینه ببین شما که ابرقدرتی قدرتی داشتی کلاه کسی داشته قدرتمندترین کشور دنیا بوده قوی ترین لشکر رو داشته بیشترین متحد رو داشته در منطقه بیشترین دولت‌ها باشم را کردن چرا این ابرقدرت اومد در منطقه ما هفت سال از تو حمایت کرد کنار تو ایستاد تو هم هر غلطی خاصی در یمن کردی سازمان ملل هم چشمهاشو بست و حالا تو به این چمندی رسیدی که اصلا اگر بخوام مشکل رو حل بکنم راهکار ابرقدرت نیست که راهکار ایرانه و سوالم اینه الان تو این داستانی که تو داری ما که ادای ابرقدرت بودن نداریم ما کشور هستیم در منطقه نه رجزی برای کسی میخونیم نه با کسی کار داریم خیلی معدب خیلی ساکت نشستیم دست به سینه و فقط گریم چند هزار سال گریم این میاد به قدرت میرسه سرنگون میشه اون میاد رجز میخونه میره اون میاد ما فقط نظارگریم بریم نگاه میکنیم شما چی کار دارید انجام و اما در چارچوب ذهنی خودتون اول قدرت کیه آمریکایی که این همه امکانات داره این همه ادعا داره این همه یک تعریف هالیوودی از خودش ارائه داده اما نتونسته شما را از یمن نجات بده بهتر نیست در منطقه به نام میانه به یک اه, کشور پایدار اصیل و قدیمی به نام ایران اعتماد بکنید بهتر نیست کشورهایی که در این منطقه هستند با محوریت یک دوست به نام ایران پیش برن بهتر نیست یه بار دشمن شناسی بکن دوست کیه دشمن کیه توی منطقه چه کسی میتواند دوست ملت های منطقه باشد یه سال دیگه اصلا سالیش یه جور دیگه بپرسم در منطقه خاورمیانه دو گروه به دو نفر اعتماد کردند یه گروه به ایران اعتماد کردن یاران ایرانن در عراق در افغانستان هن، در سوریه هن. حالا افغانستان شروع بررسی بکنیم رفقا که لشکر فاطمیون به ایران اعتماد کردن ابتدای کار که اومدن شروع کردن یک گروه ای افتاد به نام فاطمیون بچه تیپ فاطمیون الان لشکر فاطمیونه یک سلاح برنده و قدرتمند در دست مردم افغانستان که به یاری خدا به یاری خدا در سرنوشت سازترین لحظه تاریخ این خودش رو خواهد داد یعنی این لشکر داره آماده میشه داره قدرتمند میشه داره ثانیه شماری میکنه و به یاری خدا <applause> بخشید. شاخه سیاسی خودش رو هم داره راه میندازه که یک اتفاق مهم رو برای مردم افغانستان رقم بزنه خب به نفع شد اعتماد کرد یا به ضررش شد به نفع شد به نفع شد ایران پاش وایساد یا نه آره ایران پاش وایساد بعضی از رفقای مدافع حرم ما که خیلی محبوبن خیلی جذابن اینها برای کسانی که پیگیر مسائل سوریه هستن اینا بچه هستن که افغانستانی ها کار میکردن بعضا با محوریت فرمانده های افغانستانی کار میکردن یعنی اون اومد اعتماد کرد ما هم به او اعتماد کردیم ما هم افتخار میکردیم که زیر پرشام او زیر نظر او و زیر محوریت فرماندهی او وسط این میدانه نیرو داشته باشیم درسته حالا یه گروه دیگه در کاره من افغانستان رو مثال زدم دیگه سراغ و بقیه گروه ها نرفتم به خاطر اینکه افغانستان به شدت با چالش های مختلفی در منطقه رو هست اولا دوم من افغانستان رو دارم برای شما میگم که آمریکا رفت از دلش یک ارتش مجهزی به وجود آورد که این ارتشه با اشرف بیعت کرد با آمریکا بیعت کرد با داعش بیعت کرد با طالبان بیعت کرد ایران هم بره اونجا واسه و ایران هم بیعت میکنه یعنی یک ارتش کاملا متزلزل در افغانستان در مقابلش یک گروهی رو برای شما که امروز یک لشکر هستن اینا اعتماد کردم و این هم نتیجه اعتمادی که اصلا اعتماد حالا نگم شده بهتر باشه بگیم که اینها یک رفاقتی رو شروع کردن رفاقت پایداری که هممون داریم نتیجهش میبینیم تو همین منطقه تو همین منطقه یک گروه دیگری آمدن اعتماد کردم به یک ابرقدرت فرامنطقه ای که و اصلا خودش اینجا اضافی بود اصلا تو از چند هزار کیلومتر آنسوتر آمده ای در جایی در آبراهی که اسمش به نام ماست خلیج فارس در منطقه‌ای که منطقه منطقه ماست حوزه تمدنی مو محسوب شده و محسوب میشه و اینا اعتماد کردن به اون قدرته خروجیش اتفاقی افتاده نگاه بکنیم حاکمیتایی که اعتماد کردن ببینید در چه وضعیتی هستن عربستان در چه وضعیتیه در حوزه نظامی در حوزه نظامی که آمریکا دیگه خیلی خودش رو هالیوودی تعریف می‌کنه چه کمک هایی تونست به عربستان در این جنگ بکنه البته الان روی ریل شکسته الان برای اونها یمن یک باطلاقی هست که درش فرو رفتن پس کمک بکنه ظاهرا من میخوام برگردم به این جنگه. این رو باید جا انداخت این رو باید توضیح داد این رو باید برای حاکمیت ها شهر داد که این کشور ببخشید این منطقه منطقه خاورمیانه یک قدرت داره یک توان داره یک گروهی رو داره که اینها میتونن قابل اعتماد باشن اینها اگر قدرت و بشن به ضرر شما نیست کمک شما میکنن در کنار شما هستن حتی اگر شما اونها تقابل جدی داشته مثال بزنم اردوغان اردوغانی که تا سرنگونی رفت و کودتا شد ایران اومد نجاتش داد پس این قدرته این اصلا این هر چقدر توانمندتر بشه به نفع منطقه است و بهتر این هست این رو حاکمیت ها بفهمن که به جای اعتماد کردن به کشوری که خوش در منطقه اضافی مزاحمه در این منطقه است از فرامنطقه منطقه بلند شده اومده و به جای تقابل با کشوری که میتونه قدرت پایدار منطقه باشه بیایم در کنار ایران بیستیم اعتماد بکنیم به ایران به یاران ایران اعتماد بکنیم مرور بکنیم نتیجه اعتمادهایی که در این منطقه به دو قدرت شده و پیام های مورد نظر دریافت بکنیم اینو گوشه ذهنتون داشته باشید من یه سوال میخوام خب قبل از اینکه این ویدیو رو با هم ادامه بدیم مطرح بکنم بهش پاسخ بدم الان اون اتفاقی در حوزه یعنی میفته چیه ما داریم حرف تهاجمی میزنیم ما داریم از جنگ صحبت میکنیم اصلا چه خبره بدون تعارفتون میگم مؤثر ترین اقدام عملی برای اینکه یمن از جنگ فاصله بگیره بره به سمت گفتگو و دیپلماسی کاری که ایران داره انجام میده مثال بزنم از آبان 99 از آبان 99 ما اومدیم یه کاری کردیم گفتیم که خب بسم الله الرحمن الرحیم آقای حسن ایرلو آقا شما یه زحمت بکش به عنوان دیپلمات ایران که سالها زحمت کشیدی کارهای موثر کردی بولا شوری یمن ای جنگی که بولا شو نه بولا یمن اصلا شما پیشورز ندیم باشه که همه چیز حل شده است برو اونجا تلاش بکن که یک راهی باز بشه برای اینکه دیگر کشورها بیان سفارتشون باز بکنن بسه این نبرد بسه مردم خسته شدن مردم دارن اذیت میشن راهکار همینه بیایید در یمن فضا رو به این سمت ببرید ایشون بلند شد رفت در یمن حضور پیدا کرد واقعا حضور ایشان یک حضور سلحشورانه در تمامی مراسم های عمومی که یمنی ها گرفتن راه بیماری برگزار کردن همایش برگزار کردن این نگفته که من اگر اونجا حضور پیدا کنم ممکن ترور بشم بلند شد رفته در به خودمون اون انزار عمومی اون تجمعات و عمومی حضور پیدا کرده با تک تک سران قبایل اونهایی که تو انسه رفته نشسته گفتگو کرده با مقامات گفتگو کرده ببین این در یک منطقه جنگی به نام یمن که اصلا از زمین و زمان دارن میزنش کار خیلی بزرگی یک ریسکه هیچ کشور این کار رو انجام نمیده اما این،, این مرد بزرگ و ایرانی ها به لطف این مرد بزرگ این کارو کردن ایشون به نمایندگی از ایران بلاش رفته. داره تلاش میکنه که یمن رو در قد و قواره یک ایرانی یمن رو از حالت جنگ بیاره به این که با بریم گفتگو کنیم سفارتاتون رو بیارید باز کنید بیر بشیم حرف بزنیم سفیراتون رو بردارید بیارید بسه این فضا بسه این که به این جنگ ادامه بدیم بسه پس اون کار مؤثره رو ایران انجام داده و من اینا به شما بگم و ببین همین حضور آیه ایرلو در یمن انقدر برای اینا سنگینه انقدر برای اینا ترسناکه که به شدت در حوزه رسانه این اینو جا انداختن من براتون مثال بزنم فکر میکنم العربیه بود یک گزارشی کار کرده بود گفته بود که مناطقی که در یمن آزاد میشه مناطقی که نیروهای انصالله دارن در یمن آزاد میکنن یک فرمانده داره و یک رئیس داره و یک حاکم داره و اون هم حسن ایرلو هست یک ایرانی هست و نام حسن ایرلو خب چرا این رو میزنه چرا مثلا در توییت هاشون مدام دارن اینو میگن که رئیس بخشای آزاد شده یمن رهبر بخشای آزاد شده یمن حاکم بخشای آزاد شده یمن یک ایرانی هست نام ایلو به خاطر اینکه میخواد به اول یمنی بگی که ببین تو داری برای این میجنگی ها تو یه انسالله داری برای این میجنگی تو اصلا فکر نکن که ما برای تو رسمیتی قائلیم دو یمنی ها رو دارن تحقیر میکنن دارن تلاش میکنن عصبیشون میکنن کلافش میکنن و یمنی ها نسبت به حضور یک ایرانی حضوری که آمده است برای اینکه باب دیپلماسی باز بشه حس مساتی نتونن داشته باشن یعنی خیلی هوشمندانه است یعنی او داره کار بزرگی انجام میده که آنها فهمیدند آنها فهمیدن که باید بساتش رو جمع کن. من این توضیح دادم که بگم اتفاقا برخلاف دروغ های بزرگ که گفته میشه آمریکا و امارات و سعودی هایی که با سلاح با خرید سلاح میخوان این جنگ رو جلو برن اون کسی که داره در حوزه دیپلماسی مسئله رو به طور جدی پیگیری کنه ایرانه ولی خب متاسفانه رسانه نداریم کسانی هم نیستن که ببینن هوایی رو برای مردم توضیح بدن بریم گزارش رو هم بررسی کنیم یک روزنامه یمنی که رسانه های فارسی زبان گفتند رسانه فارسی زبان گفتند که این روزنامه از روزنامه های نزدیک به دولت نجات ملیه یعنی این حرفی که این میاد تیتر یکش میکنه احتمالا حرفی که اون دولته میخواد بزنه از زبان این روزنامه اومده یک تیتر رو کار کرده و در این تیتر به این اشاره کرده که امارات نزدیکتر است امارات نزدیکتر است یا به اصطلاح خود اون امارات جای دور نیست و این تیتر اشاره داره به بذار اینجوری میگم این گزارش اشاره داره به عملیاتی که یمنی ها انجام دادن اخیرا عملیاتی انجام شده یگان های ارتش یمن با 14 فروند پهپاد تهاجمی اومدن اهداف حیاتی و نظامی در خاک عربستان سعودی مورد هدف قرار دادن پایگاه هوایی ریاض رو زدن فرودگاه بین المللی عبدالعزیز رو زدن و پالایشگاه ها رو مورد هدف قرار دادن اینا همه داره سانسور میشه ها همه در حوزه رسانه داره سانسور میشه ها. هیچ چیز هیچ چیز اجازه نمیده افکار اون ازش متوجه بشه اخیرا هم من شنیدم که سوریه گفته اون یکی دو رو زده بودیم پس اگر بخوام این رو بپذیریم پس 12 به حواد خاک سعودی رو مورد هدف قرار داده بریم جلوتر من بخش از گزارشم خواهم براتون بخونم گفته که ببخشید عملیات اخیر در سایه تشدید حملات مداوم آمریکا و عربستان سعودی چه در نبرد و یا در بعد بخش سیاسی و غیره انجام شده است و این پاسخ از صنعا نیاز بود چرا که دولت نجات و ملی در سنا ترجیح میده در برابر حملات در محاصره ببخشید در برابر حملات و محاصره یمن دست نباشد میگه ما این اقدامات رو داریم انجام میدیم برای اینکه <تصفح> به طرف اون این رو یادآوری بکنیم که دستان ما بسته نیست و اگر لازم باشه میتونیم ضربات اساسی تر رو بزنیم بخش غالط... بخش مهمش اینجا اومده اشاره کرده به اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح یمن که این شخص در صحبت اخیرش گفته که ما به این جمع نیستیم که امارات داره اقداماتی در یمن انجام میده اقدامات متوقف نکرده تو ارتش تو به صلاح خودمون فعالش رو محدودتر کردی ولی رگه های از فعالیتت به خوبی و به وضوح داره در یمن دیده میشه حالا حرف اینا چیه؟ اینا گفتن که اگر بخواد این روند ادامه پیدا بکنه ما یک بانکی از اطلاعات و یک بانکی از به صلاح خودمون مراکز حساس امارات تهیه کردیم و اینها رو روی میز قرار میدیم اینها به بانک اهدافی هست که در تیررس پهپادها و موشک‌های ما هستن روی میز قرار و اقداماتی رو علیه اینها انجام خواهیم داد و اون تیتری هم که اون زده به همین اشاره داره یعنی تقریبا اماراتی ها دارن تلاش می‌کنن که یمنی ها. یمنی ها دارن تلاش می‌کنن که اولا یادآوری بکنن که این نیروها که در مقابلش هستن توانی ندارن برای مثال در گزارشی که رسانه فاس زبان در خصوص همین مسئله منتشر کردن به نقل از یکی از تحلیلگران یمنی این جمله اومده قرارداد فروش پدافند هوایی که اخیرا آمریکا در اختیار ارتش سعودی قرار داد کجاست آیا این سامانه ها هنوز فعال نشده یا اینکه در رهگیری پهپادهای یمنی شکست خورده پهپادهایی که به ریاض رسید و اهداف نظامی را در آنجا در هم کوبید چه این سامانه فعال شود و چه غیر فعال باشد نشان میدهد که در رهگیری پهپادها و موشکهای یمنی ناکام بوده است و گفتن که آقا این وضعیت ارسون سعودیه جمعنی اون این هست که تو امارات هم اقداماتی داری انجام میدی و اگر لازم باشه به زودی پایان به اصطلاح خودمون پاسخ خواهیم داد به اقدامات تو و پایان میدیم سکوتی رو که در قبال امارات داریم خیلی ها خیلی ها میگن این چیزی که در ها منتشر شده به معنای این هست که یمنی ها ترجیح دادن سکوت خودشون در مقابل امارات رو بهش خاتمه بدن به سکوت خودشون خاتمه بدن این اگر اتفاق بیفته این اگر اتفاق بیفته اثرات ویژه‌ای رو اثرات خیلی ملموسی رو بر روی وضعیت امارات خواهد داشت که فکر میکنم به لحاظ آماری عددی در معیشتشون در اقتصادشون هم خودشون نشون بده و اگر رخ بده ما دیگه حالا اونجا باید بیایم بشیم در خصوص امارات در وضعیتی که به وجود اومده و حال روز مردمی که در اون سرزمین ها در اون سرزمین می‌خواستم حاکم هستن در اون سرزمین حضور دارن صحبت بکنیم این ویدیو رو همینجا متوقف کنم اگر نکته‌ای برای بفرستین وقتتون بخیر